با سلام خدمت شما بینندگان عزیز تلویزیون سما، باز هم در خدمت شما هستیم با زندگی متعادل مسیحی همراه با کشیش عزیزمون شهریار عزیز و خانومشون مینای عزیز. خیلی خوشحالیم که باز هم شما اینجا هستید و با هم دیگه قسمت شام خداوند رو میخوایم با شما تقسیم کنیم و قسمتی که مونده در مورد شام خداوند اینه که چه کسی میتونه شام خداوند رو، این شرایطش رو داره که شام خداوند رو بده و آیا خواهران و خانوم ها میتونن در کلیسا شام خداوند رو تقسیم کنن یا نه. برادر شهریار در خدمت شما هستیم. خواهش میکنم. من سلام میگم به دوستان عزیزم که بیننده این برنامه هستن. خسته نباشید، به برنامه خودتون خوش اومدید. منم واقعا خوشحالم که میتونم این فرصت رو با شما عزیزان داشته باشم. همونطور که فرمودید ما داریم در مورد مراسم شام خداوند یا همون عشای ربانی معروف صحبت میکنیم که ترجیحاً من از واژه فارسیش میخوام استفاده بکنم نه عربی، پس راجب شام خداوند صحبت میکنیم. این آیینی که عیسی مسیح گفته، در واقع اولین چیزی که عیسی مسیح گفته اون رو به یادگاری من شما انجام بدید، و بعد مراسم تعمید بود که ما در برنامه‌های قبلی راجبش صحبت کردیم، چون معمولا اول تعمید گرفته میشه و بعد در کلیساهای ما افراد در این جلسه شرکت میکنن، و گفتیم که این مراسم برای ما چیزی شبیه مراسم عید فصح هست یا عید پسح برای یهود که نشان دهنده یادگار آزادی اونها از مصر و از اسارت فرعون مصر بود، که بره رو می گرفتن به اندازه تعدادشون، اگه تعدادشون کم بود با همسایه‌شون یه بره می گرفتن، این رو با سبزی‌های تلخ و آماده و با نان فطیر می خوردن. و این مینا جان خیلی قشنگ توضیح دادن در مورد معنا و مفهوم اون، که به خاطر چی ما این کار انجام میدیم و شرایطی رو خوندیم با هم که هر کس نمیتونه این رو بگیره، هر کس باید خودش رو داوری بکنه ببینه آیا شایستگی داره یا نه، بعد بدونه که داره چیکار میکنه. بازی نیست، نباید خار شمرد، چون میتونه باعث ضعف، بیماری و مرگ بشه، و اگر به طور شایسته خورده بشه، به طور شایسته ما این عملو انجام بدیم، میتونه باعث شفا، باعث قوت روحانی و باعث حیات روحانی بیشتر بشه. همونجور که عیسی مسیح گفت من اومدم تا شما حیات بیابید و آن را زیادتر حاصل کنید. حیات بیشتر داریم، نجات بیشتر نداریم، آمرزش بیشتر نداریم، ولی حیات بیشتر داریم که عیسی مسیح میگه یکی از طریقهاش از طریق شرکت در این شامه، که ما اینجا خیلی ساده اون رو تدارک دیدیم. یک لیوانی هست از آب انگور، البته ما آب انگور هم نتونستیم اینجا پیدا کنیم، این آب یک میوه قرمز رنگ جنگلیه ظاهراً، و تیکه ای از نان، یه خیلی خیلی ساده. ما واقعا روی اون چیزی که خدا اهمیت گذاشته ما رو اون اهمیت میگذاریم، روی معنا و مفهومش. این که حالا در ظاهر باید چه شکل باشه بستگی به فرهنگ و آداب و امکانات هر کس داره، یعنی در واقع لازم نیست به ظروف مخصوصی باشه، به هیچ عنوان و تجملات تو آشپزخونه لباس مخصوصی داشته باشیم برای ابدا این ابدا نباید. اگر کسی این کارو میکنه خدا رو شکر، اگرم نمیکنه خدا رو شکر. پولس رسول میگه در رسالاتش بعضی افراد بعضی روزها رو عزیزتر میشمرن و بعضی دیگه همه روزها رو یکسان میدونن. هر کدوم که این کارو میکنن برای خدا میکنن. کس که فکر میکنه با کت شلوار کراوات بعد در این مراسم شرکت کنه، اوکی، هیچ مشکلی ما نداریم، خدا رو شکر. ولی اگه یه روز کتش تمیز نیست یا کراوات پیدا نکرد، نباید دست پاچه بشه و بگه پس من امروز نمیتونم عشا بگیرم. چرا؟ چون کراوات نزدم. ناشایست. یا چون ناشایستم. یا تو چرا کراوات نزدی؟ ای گناهکار از من دور شو، نمیتونی شو. اینا رو واقعا بذاریم کنار. و همونجوری که عرض کردم، در گنجه آشپزخونه رو باز کنی، اولی لیوانی که میاد، حالا دوست دارید شراب قرمز باشه، دوست دارید آب انگور باشه یا هر چیز دیگه، البته چون کلام خدا میگه عصیر انگور بهتر، حداقل آب انگور باشه، و اگر نشانه خون عیسی مسیح، من تشویق میکنم که قرمز باشه. من یه بار عشا گرفتم در کلیسای خیلی بزرگی بپتیست، آب انگور سفید بود، و بعد به اون شبان گفتم منظورتون چی بود از این کار؟ گفتن اشتباه شده، به یکی گفتیم برو بخر، تاکید نکردیم که قرمز باشه، اینم رفته آب انگور. میگه آب انگور از من، آب انگور خواستی، منم آب انگور خریدم، کسی نگفت قرمز. و دیگه یک شنبه صبح بود، همه جا تعطیل، نمیتونستن کار دیگه انجام بدن. در هر حال حداقل عصیر انگور باشه و حداقل قرمز. نان، اگه نان فطیر دم دستتون هست،
هیچ مسئله نیست. سعی کنید. اگه امکانش هست، ولی واقعا لازم نیست که شما 15 20 کیلومتر رانندگی کنید برید اون سر شهر تا یک مغازه یهودی پیدا بکنید که نان فطیر میفروشن، یا با مشکل بخواید خودتون درستش کنید. اگرم نبود اون در اون ظرف نونتون رو باز کنید، هر نونی که بود میشه استفاده کرد. مسئله مفهوم اون هست، همونطور که در تعمید دیدیم اون مفهوم روحانی مهمه، نه واقعا طریقش. اگر امکاناتش نیست خیلی خوب، جور دیگه تعمید میگیریم. اینجا مگر میبینیم نمیتونیم یا در دسترس نداریم، یا حکومت حاکم بر کشور ما مصرف شراب الکل یا مشروبات الکلی رو ممنوع کرده، خب چرا ما کاری انجام بدیم خلاف دولت؟ چرا ما کاری انجام بدیم که از بنده از مراسم عشا میرم بیرون، یکی منو بگیره دهن منو بو کنه، میبینه بوی الکل میدم، بنده 40 ضربه شلاق باید بخورم واسه این عشا؟ خب این چه برکتی میتونه برای من داشته باشه؟ پس ما در نظر بگیریم شرایط اجتماعی، جغرافیایی، شرایط مذهبی که حاکمه بر اون محل، که برای عزیزان ما تو ایران کاملا واضحه بنده دارم راجع به چی صحبت میکنم. پس سوالی اینجا پیش میاد. سوال اینجاست که البته من متوجه هستم تعلیماتی که ما داریم میدیم به خاطر یک چی میگن زندگی متعادل مسیحی است، یعنی تعادل رو حفظ کردن، نه اینکه انقدر افراط و تفرید کنیم و انقدر شرایط رو بالا ببریم و یک شرایطی برای خودمون ایجاد کنیم که تبدیل بشه به یه دین، بشه یک شریعت تازه، شریعت به یه حتی بت پرستی این مطلع انجام بشه، به جای اینکه معنی و مفهوم اصلیش رو اون رو توجه کنیم بشه. اینو کاملا متوجه هستم، ولی آیا این ایراد رو بر ما نخواهند گرفت که چرا این چیزهایی رو که مثلا باید به مثلا به این مسئله باید خیلی احترام گذاشت، یا مثلا به این مسئله باید خیلی ارزش قائل شد و تمام اون چیزایی که لازم داره برای مراسم انجام داد تا اون مفهوم و معنی اصلیشو برسونه؟ کی گفته که ما ارزش نمیگذاریم؟ کی گفته که مهم نیست؟ عرض کردم ما با آمادگی میایم، از قبل اعتراف میکنیم، از قبل خودمون رو تفتیش میکنیم، اگر خورده حسابی با کس دیگه ای داریم تسویه میکنیم، اگر گناهی کردیم میریم عذرخواهی میکنیم از شخص، اگر دیگری بر ما گناهی کرده او رو از دل میبخشیم. ما اهمیتش رو پایین نمیاریم، ارزشش رو پایین نمیاریم، ولی خودمون رو از اون قید و بندهایی که میبینیم هست آزاد میکنیم. خب چون این کار در یک بالاخانه مفروش انجام شده، در طبقه همکف ما نمیتونیم انجام بدیم. اگه میخوایم کلمه به کلمه طبق کتاب مقدس بریم، باید یه حتماً هم طبقه دوم باید باشه، یکی هم باید از اون بالا بیفته. اونم داستان دیگری داره در کتاب اعمال رسولان، حتماً باید مفروش باشه. چرا میگیم نان فطیر؟ چون در اون لحظه اونها داشتن عید فصح رو اجرا میکردن و خوراک عید فصح برای یهود اون بره بوده و سبزیهای تلخ و نان فطیر. اشکالی نداره ما اگه از نان دیگری استفاده کنیم. اون موقع نان فطیر همه جا بوده و مخصوصا در این عید از نان فطیر استفاده میکردن. حالا که ما قرار نیست سال یک بار جمع بشیم دور هم نان فطیر بخوریم، ما هر هفته، هر ماه، هر وقت که روح القدس ما رو هدایت میکنه و اون رهبر گروه صلاح میبینه، ما میتونیم این شام رو داشته باشیم با اهمیت بسیارش و با ایمان نزدیک میشیم و این فیض رو به دست میاریم. ما متوجه شدیم که سهم ما اینه که خودمون رو تفتیش کنیم، خودمون رو نگاه کنیم، بر خودمون داوری کنیم، ببینیم در چه وضعیت روحانی هستیم و اگر جای توبه هست توبه کنیم، در روزه باشیم، در دعا باشیم. خیلی خوبه حتما با روزه و دعا نزدیک بشیم به این شام و این قسمت ها رو با هم دیگه باز کردیم. ولی شرایط اون کسی که میخواد این رو تقسیم کنه چیه؟ بله، همونطور که در قسمت تعمید هم اشاره کردیم، دادن تعمید، دادن شام خداوند یک خدمت مقدسه، کاریه که هر ایمانداری نمیتونه انجام بده. طبیعتاً این شخص باید اجازه دادن این شام خداوند رو داشته باشه، یعنی اینکه رهبر گروهش، شیخش یا کشیشی که ایشون به او جوابگو هست، یا اون هیئتی که این شخص، این مرد خدا یا زن خدا بهش جوابگو هست، اونها میان دست میگذارن. معمولاً دستگذاری برای دادن شام خداوند و مراسم تعمید با هم دیگه هست، کسی رو میفرستن، چون نو ایمان باید تعمید بگیره، ولی ایماندارا دائما باید عشای ربانی رو بگیره. میتونیم اینطور بگیم که اولین اقتداری که داده میشه به هر خادم جوان یا خادمی که وارد خدمت میشه، دادن عشای ربانی، چون دائمی باید تکرار بشه.
مراسم تعمید خیلی جدی‌تر، یک بار تو زندگی هر کس، شرایط خاصی داره، باید دوره‌ها گذرونده بشه، اون یه مقداری حتی ما میتونیم سخت‌تر هم بگیریم یا دیرتر دستگذاری کنیم برای این کار. ولی عشای ربانی چیزی که دائمیه، دائم بعضی هر هفته، بعضی هر دو هفته، بعضی هر ماه این کار خواهند کرد و باعث رشد، برکت، شفاست. و این نمیتونیم تو کلیسای خود ما ماه به ماه یک کشیش باید از یک کشور دیگه میومد و کلی ایشون تو زحمت میافتاد، گاهی وقتا برنامه جور نبود، باید این هزینه‌ای بود برای نقل و انتقال، تمام اینها رو بعد میپرداختیم، انجام میدادیم که یک نفر از بیرون بیاد به ما اشا بده، که بالاخره بنده دستگذاری شدم برای این مسئله و تونستیم این کار خودمون انجام بدیم. پس این اقتدار باید به شخص داده بشه. ولی حالا شرایطش در واقع همون شرایطی که شبان و یک نبی یا هر کس خادم دیگه ای در کلیسا باید فروتن باشه، باید تعلیم پذیر باشه، باید جوابگو باشه، باید خودخواه و خودرأی نباشه و واقعا با روحیه خدمت و روحیه مسیح گونه مسیحایی این کار رو انجام بده. نمیگیم باید کامل باشه چون هیچ کس کامل نیست، نمیگیم باید بدون عیب باشه، ولی حداقل بی ملامت باشه که نشه ملامتی روش گذاشت و واقعا با جان و دل ما شرکت بکنیم تو این مراسم. خواهش میکنم. نکته دیگه سوال هست اینه که من اینو میخواستم اضافه کنم تا نریم سر مسئله خواهران، هنوز به خدمت خواهران برسیم. شما فهمیدید من میخوام چی بگم؟ بله. خب اگه کسی نیست من چی کار کنم؟ اگه من مثلا توی جنگلم، توی بیابونم، توی شهرستان دور افتادم، یک دونه مسیحی رم نمیشناسم و شنیدم که این شام خداوند اینقدر با ارزشه، از مطالعاتی که کردم، کتابای خوندم، انجیل رو خوندم، من تولد تازه دارم، از طریق تلویزیون دعا کردم با یه نفر، با یه کشیشی مسیح رو پذیرفتم، یا حتی خودم تنهایی دعا کردم، احتیاجی نیست که حتما از طریق تلویزیون کسی با من دعا بکنه، من ایماندار هستم و میدونم دارم چی کار میکنم، میتونم عشو خودم بگیرم یا نه؟ آیا امکانش هست؟ چرا که نه؟ آیا حتما باید یک نفر دیگه باید بیاد اینو به من بده در شرایطی که هیچ کس نیست؟ نه کلیسا هست، نه کشیش هست، نه یک هیئت کشیشان هست، کسی که تک تنها مونده خودش و خودش یا خودش با دو سه نفر دیگه، همه شدم توی یه سطح، اینا این کار نکنه؟ من فکر میکنم فقط شرایطی که کس دیگه نیست این دلیل نمیشه، باید حتی این مفهوم این که چی کار میکنن متوجه باشه. منظورم اینه که تمام این مراحل رو اینا رد کرده، یعنی مفهومش رو میدونه میخواد همه چیز این عملی میدونه. که میکنه چه ارزش روحانی براش داره و چه رشد روحانی براش ایجاد میکنه، چه پیروزی چه درش نهفته است، ولی چون کسی نیست کسی این نیست. امکان هست که خودش انجام بده، میتونه انجام بده، میتونه انجام بده، میتونه حتی با ایماندارای دیگه، با اونایی که بشارت داده جمع بشه، ولی به محض اینکه شبانی اونجا اومد، به محض اینکه یک ارتباطی برقرار شد با یک کلیسای دیگه، با برادران بزرگتر، با شماسان و کشیشان، ایشون باید با فروتنی خودش رو جوابگو به اونها اعلام بکنه، خودش رو تحت اقتدار اونها قرار بده و از اون به بعد خواهش کنه که اونها بیان این کار رو بکنن، تا وقتی که صلاح بدونن این شخص دستگذاری میشه و بعد از اون رسماً و به طور بهتر و دقیقتر و رسمیتری میتونه این کار رو انجام بده. ولی اگه یه جا واقعا گیر افتادیم، از این برکت ما محروم نشیم. چرا؟ چون من هنوز دستگذاری نشدم و هیچ کس هم نیست. با مراسم تعمید فرق داره، کسی که تنها مونده خودش نمیتونه تعمید بده، بلکه کسی که تنها مونده میتونه با ایمان در این شام شرکت بکنه، از اون فیض و برکتش بهره مند بشه، تقویت پیدا کنه و عهد تازه مجددا با خداوند ببنده. ما این رو محروم نمی کنیم، افرادی که تنها موندن رو از این شام مقدس محروم نمی کنیم. آیا شام خداوند دیجیتالیش هم امکان پذیره؟ ممکن توضیح بفرمایید منظورتون از دیجیتالی چی؟ یعنی ما در یکی از سل گروپ ها تماس تلفنی داشتیم، چون کسی اونجا نبود، از راه دور بهشون گفتیم که چی کار باید بکنن و بعد اونها رو ما در این طرف اسکایپ، اونها در اون طرف در سل گروپ با همدیگه در شام شرکت کردیم و در واقع اون کسی که این طرف بود چون داشت این عطای رو و مسئولیت رو به اونها منتقل کرد و در شام شرکت کردن. آیا این
قابل قبوله یا نه؟ بهتر از تنهایی به نظر من. از تنهایی بهتره. اگر میشناسیم کسی رو خارج از کشور یا از طریق اسکایپ یا از طریق تلفن میتونیم با همچین کسی تماس بگیریم، صداش هست، حضورش هست، اونم اون لحظه اون ور خط با من نشسته، مرد خداست و میتونیم خودمون اینها رو بذاریم جلومون، لیوانی از آب انگور و یه تکه نان بذاریم جلومون، اون برادرم اونجا گذاشته جلوش و با هم تلفنی، حتی میتونیم یه کنفرانس تلفنی بذاریم، افراد مختلف در مکانهای مختلف با این مرد خدا یا زن خدا متحد بشن و در این شام شرکت کنن. چرا نه؟ اگر خدا اجازه داده تکنولوژی و این ارتباطات انقدر آسون بشه، رشد بکنه، باور کنید اول برای پیشبرد ملکوت خدا آمین. این اجازه داده شده و بعد برای چیزهای دیگه. آمین. پس بینندگان عزیز متوجه شدین که دیجیتالیش هم امکان پذیره. پس شما میتونین از طریق تکنولوژی که خدا در اختیار ما گذاشته و صاحب تکنولوژی اوه برای ملکوتش رو استفاده کنین. و خوشحالیم که شما هم همین نظر رو دارین. من دقیقا همین نظر رو دارم و این کار رو انجام دادم. و قسمت سوال بعدیم اینه که آیا خواهران میتونن شام خداوند رو تقسیم کنن یا نه؟ فرمینام شاید شما بهتر باشه. من باید راجع به خواهران بگم بهتر نیست آقایتون بگم. ما در مورد برادران خیلی صحبت کردیم. باش، من تو دلم اول یه چیز کوچولو هست، اگه فرصت هست من یه دقیقه، چون یه قسمت از این آیاتی که جلسه پیش خوندیم راجع به اشعای ربانی در مورد تشخیص، تمیز دادن و تشخیص دادن یا ندادن بدن خداونده. و شری جان اول قرنتیان باب 11 آیه 27 تا 30 اگر خونده بشه، چون اکثرا سوال دارن این یعنی، بله ولی دفعه پیش بود، برای همین خوب تازه بشه، مشکل دارن. قبل از مراسم هم دوباره اینو بخونیم یا میتونیم همینو استفاده بکنیم استفاده کنیم. بله. بله، چون معمولا در مراسم عشا اکثرا این آیه رو قبل از اینکه شروع کنن به شام خداوند استفاده میکنن. درسته که خداوند ما رو تشویق میکنه و حکم میکنه که این مراسم رو به جا بیاریم، یعنی این شام خداوند رو انجام بدیم، ولی همون قدر هم کلام خدا و شاید خیلی بیشتر ما به ما هشدار میده که همین راجب شایسته بودن یا ناشایسته بودن، چطور بر میداریم این عشارو رو، چطور به جا میاریم این شام خداوند رو صحبت میکنه. لطف میکنیم از 27 تا 31 تا پس هر که به طور ناشایسته نان را بخورد و پیاله خداوند را بنوشد، مجرم بدن و خون خداوند خواهد بود. اما هر شخص خود را امتحان کند و بدین طرز از آن نان بخورد و از آن پیاله بنوشد، زیرا هر که میخورد و مینوشد فتوای خود را میخورد و مینوشد، اگر بدن خداوند را تمیز نمی کند. از این سبب بسیاری از شما ضعیف و مریضند و بسیاری خابیده اند، اما اگر بر خود حکم میکردیم حکم بر ما نمی شد. بله، خیلی ممنون، مرسی. میخوام ببینیم این شرکت ناشایست یعنی چی؟ چطور هست؟ شرکت ناشایست به معنای همون، اینجا در کلام خدا خوندی، به معنای تمیز ندادن و تشخیص ندادن بدن خداوند. یعنی چی؟ بدن خداوند کیا بدن خداوند رو تشکیل میدن؟ من، شما و دیگر اعضای کلیسا و دیگر اعضای اون جمعی که داریم، حالا جمع کوچیک بزرگتر کلیساهامون متفاوته، ولی هر کدوم عضو این بدن هستیم. اگر من کاری نسبت به خواهر یا برادرم کردم که اون عضو بدن به درد اومده، یعنی در اصل به مسیح که سر این بدنه مرتکب گناه شدم، به او صدم، یعنی اذیتش کردم، ناراحتش کردم. و خیلی مهمه، خیلی وقتا ما صحبت کردیم کوچولو، یکم روش صحبت کنیم، این که جبران کنیم، تلافی کنیم. یعنی گاهی وقتا ما فقط پیش خداوند اعتراف می‌کنیم خدا این کار کردم، این حرف رو زدم، منو ببخش. ولی هنوز از اون شخص عذرخواهی نکردیم و هر دو داریم میریم در حضور خدا این شام رو بخوریم. و این هست، این ناشایست بودن. خیلی وقتا من تو کلیسا میبینم قبل از عشا بعضی میرن در گوشم یه حرفایی میزنن، طرف عذرخواهی میکنه. خود منو شهریار صبح بوده بلند شدیم تونتون حاضر شدیم بیایم کلیسا، ممکنه یه چیزی گفتیم ولی خب هر دومون احساس بوده. آره، تقصیر من بوده مثل هوا، ولی واقعا هر دومون پکر رفتیم کلیسا. عشا که داشته نزدیک می شده، این روح القدس ما رو ملزم می کرد. حالا کنار همیم، هم من می دونم که من باید یه کاری بکنم. اگر من تقصیرم همیشه شما اول می دین جلو حتما. نه، بیشتر شهریار فروتن تر از منه. بعد
قبل از عشا کنار هم همینطوری وایسانیم، یا یه بار من یا یه بار اون، ده بار من ده بار اون، حالا کار ندارم، ولی میگیم که ببخشید واسه اونی که اون چیزی که صبح گفتم یا تو ماشین گفتم. واقعا بخششتون از ته قلب یا فقط به خاطر اینکه عشا شرکت کنین این کار میکنین؟ خب دردمون، دردی که تو دلمونه واسه چیه؟ واسه اینکه همدیگر اذیت کردیم. نمیتونیم بنی آدم اعضای یکدیگرن. چون این نکته خیلی مهمیه. بعضیا فکر میکنن فقط برای توجیه این که من میخوام الان عشا شرکت کنم برم اینو فقط بگم. ولی واقعا من اون چی میگن اون بخشش رو واقعا نطلبیدن. چون بعدش دوباره میاد دوباره همون برخورد داره. میگه که تو الان شرکت کردی عشا، پس چی شد؟ میگه که نه اون گذشت الان، ولی ناراحتم دوباره ازم. نه نه واقعا نمیشه. شما فکر دیگران بازه بله. کاملا خیلی دقیق فکر کنید در بدن مسیح این شهریار این منم اینجا به سوزه همه این بدن درد میکنه، منم دارم درد میکشم، میبینم اون ناراحته، مخصوصا که یک زن شوهر یا ما با بچه هامون ناراحت. من اگر شهریار و من مثلا از شهریار از در خونه بره بیرون ولی ما ناراحت باشیم نسبت به هم، تا شب من حال و حوصله هیچ کاری ندارم. یا حالا تلفنی اون زنگ میزنه عذرخواهی میکنه یا من عذرخواهی میکنم. معمولا بنده زنگ میزنه، معمولا ایشون زنگ میزنه. ولی مهم اینه که درد میکشیم، یه بدنی و درد میکشیم. کلام خداوند اینجا داره این رو صحبت میکنه که اعضای یک بدن هستیم، اگه کسی رو به درد آوردیم بریم عذرخواهی کنیم. اینقدر برام شیرین اون صحنه که میبینم یک عضو کلیسا از این بالا میشه میره اون ور تو گوشش چیزی میگه میاد و چقدر این صحنه زیبا لذت میبره، چون هممون ضعیفیم، هممون یه لحظه ناراحتیم، گرممونه، عصبانی میشیم، ممکنه یه چیز بگیم طرف ناراحت بشه، یا چیزای جدی تر. اونی که گناه نسبت به خداوند کرده خودش میدونه خدا، ولی اونی که نسبت به دیگری کرده اول باید از خدا عذرخواهی کنه. چون سر بدن هست مرتکب گناه شده و بعد از شخص دیگری شده. با تلفن من شده وسط جلسه رفتم از یکی عذرخواهی کردم، بعد اومدم عشامو گرفتم و برکت ریخت. واقعا برکت ریخت و لذت بردم. وقتمون داره یکم به پایان میرسه. من نکته کوتاهی هم اضافه کنم، اینه که اگر اون شخص اونجا نباشه چیکار باید بکنه؟ بله بارها شده، خیلی خیلی ممنون یادم انداختی، میخواستم اینو بگم. بارها شده که افراد اومدن واقعا در اون لحظه خواستن این شام رو بردارن، از لحاظ روحانی احتیاجش رو احساس کردن، میخواستن تو اون برکت شریک بشن و به خاطر این موضوع این کار نکردن. ولی ما میگیم بابا قول و وفا هست، نذر هست، وقتی نذر میکنیم میتونیم وفا کنیم. اول از خدا عذرخواهی کنیم، به خدا بگیم خدای پام از اینجا گذاشتم بیرون میرم پیداش میکنم، زنگ میزنم ازش عذرخواهی میکنم، ولی میخوام این عشا رو بخورم به شایستگی، میخوام این در خون و بدن تو شریک بشم با بقیه اعضای کلیسا. آمین. نه بس محروم بشیم، ولی وقتی قول دادیم میریم انجام میدیم. رو قولمون بیستیم. رو قولمون نیستیم. و حالا این قسمت فقط کوتاه بهمون توضیح بدین، آیا خواهران میتونن شام خداوند رو تقسیم کنن یا نه؟ بله، ولی همونطور که قبلا صحبت شد حتی در مورد تعمید این اقتدار باید بر توسط دستگذاری توسط کشیشان به ایشون منتقل بشه و اون نکاتی رو که در کلام خدا اومده واقعا یک زندگی بی‌ملامت شایسته و روحانی داشته باشه. پس بینندگان عزیز متوجه شدین که شرایط شرکت کردن در شام خداوند و همینطور شرایط شرکت دهنده اون کسی که تقسیم میکنه چی هست، و در ضمن همون شرایطی رو که گفتیم برای برادران هست برای خواهران هم هست. اگر در جایی کسی نیست که واقعا عشا رو تقسیم کنه یا شام خداوند رو، بنابراین اون خواهر اگر واجد و شرایطه و خودش حتی میدونه چی کار میخواد بکنه و چه باید انجام بده، میتونه پس این کار رو انجام بده. الان میخوایم که برادر شهریار ما رو هدایت کنه در این شام شرکت کنیم، همینطور از کامرامنامون اینجا میخوایم و سویچرمون همینطور که آماده باشن برای شام خداوند. شمایی که در خونه هستین میتونین در این لحظه با ما شرکت کنین و این رو ببینین چه جوری انجام میشه مراسم. برادر شهریار در خدمت شما هستیم. بله خواهش میکنم. همونطور که گفتیم به سادگی ما میتونیم این کار انجام بدیم. اگر دوست داریم مراسمی خودمون داشته باشیم، در کلیسای بزرگی این امکانات هست، در خانه ها طبیعتا نیست، هیچ ارزشش کمتر نیست در جمع کوچیک، هیچ اون هیبت و عظمتش کمتر و پایینتر نیست، فقط به قلب خود ما بستگی داره. پس با هم دیگه این نان رو برکت میدیم، این پیاله رو برکت میدیم و در اون شرکت میکنیم. در شبی که خداوند ما رو تسلیم کردن، اون نان رو گرفت، پاره کرد و گفت بگیرید بخورید، این است بدن من که برای شما پاره میشه، این رو به یادگاری من انجام بدید.
بدن خداوند ما عیسی مسیح. میتونیم این نان رو در دست داشته باشیم که بعد همه با هم در اون شرکت بکنیم. بعدا من این رو با کامرامن ها و بقیه اعضا هم تقسیم میکنم که در اینجا هستن. بله حتما میتونیم با هم این نان رو بخوریم. و بعد از شام خداوند پیاله رو گرفت، شکر کرد، برکت داد و گفت این پیاله عهد جدید است در خون من، این رو به یاد من به جا بیارید. این نشانه است از اینکه خون عیسی مسیح برای ما ریخته شد. همه ما میتونیم در این پیاله شریک باشیم. خداوند شکرت میکنم برای خون تو که برای گناهان ما ریخته شد. ممنونم از تو که خداوند با خون نجات رو برای ما آماده کردی. شاید این خون به صورت رایگان در اختیار ما قرار گرفت، ولی قیمتش رو تو پرداخت کردی بالای صلیب. تو خداوند بدنت پاره پاره شد و خون تو ریخته شد تا ما آزاد بشیم و تا ما زندگی خداوند پیروزمندانه داشته باشیم. خداوند ممنونم برای خونت که در این خون قوت است تا ما رو آزاد کنه، تا ما رو خداوند زندگی پیروزمند بده، تا ما رو خداوند آماده کنه برای رشد. خداوند ممنونم برای قوتی که در این خون تو هست که به من قوت میده تا شهادت بدم نام تو. تمام اینها رو برای جلال نام طلبیدم خداوند، و ممنونم باز هم شد شنوندگان عزیز. امیدواریم که از برنامه زندگی متعادل مسیحی لذت برده باشید. منتظر پیغام‌های شما، پیشنهادات و سوالات شما عزیزان هستیم. با ما از طریق واتساپ و ایمیل تماس بگیرید. شما می توانید با ما با شماره واتساپ 2031-638-9898-98 با ما تماس بگیرید و همینطور از طریق ایمیل با ایمیل wrpersian@gmail.com میتونید با ما در تماس باشید. wrpersian@gmail.com
امیدواریم که این برنامه باعث برکت شما شده باشد. اگر در مورد این برنامه سوالی دارید، می توانید با شماره واتساپ 2031-638-9898-98 با ما در ارتباط باشید.